میخوام امروز با شما عزیزان از کتاب عبرانیان صحبت بکنم. پس به سراغ کتاب عبرانیان باب 4 خواهیم رفت و با هم نگاه میکنیم. توی فضای زندگی من، کاری من، با افراد که ملاقات میکنم، چالش استراب یه چالش واقعیه و نه فقط برای مردم که ایمان ندارن به عیسی مسیح، بلکه حتی برای مسیحیان. پس امروز میخوام با نگاه به این باب یه مقدار ورود کنیم به این، چون ظاهراً کلام خدا ما رو دعوت میکنه به آرامش خودش، ولی این آرامش چه طبیعتی داره، چه چارچوبی داره و چرا بعضی از ما به این آرامش نمیرسیم. میخوام یه خود با هم راجع به این فکر بکنیم امروز. پس آیه اول بذارید من بگم، نویسنده عبرانیان داره نامه خودش رو به یهودیانی میفرسته. خیلی از این یهودیان کسانی هستند که در واقع مدعی مرگ مسیح شدن و میخواستن مسیح به صلیب کشیده بشه. نه؟ حالا خودتون رو بذارید جای این افراد. افرادی هستید که فریاد زدید مصلوبش کنید و حالا از اون طرف کسانی مثل پولس، پتروس میان میگن به عیسی مسیح ایمان بیارید. و حتی اگه شما مجاب بشید در دل خودتون میگید مطمئن نیستم، فکر کنم دیگه دیر شده. من خداوند رو به صلیب کشیدم دیگه، مگه میشه اصلا از اینجا به بعد داستان ادامه‌ای داشته باشه؟ و نویسنده عبرانیان در این باب به نظر میرسه با این جمله اولش داره صحبتی رو با این گروه میکنه. میگه پس بترسیم مبادا با آنکه وعده دخول در آرامی وی باقی میباشد، وعده ورود به آرامی خدا باقی می باشد، ظاهر شود که احدی از شما قاصر شده باشد. پس پولس داره نوید میده، میگه اتفاقا وعده آرامی خدا که حالا جلوتر میریم این آرامش رو باز میکنه، برای شما هم که حتی خودتون رو جز کسانی میدونید که مسیح رو به صلیب کشیدید وجود داره. حالا من میخوام خودمون رو در این آیات ببینیم. چقدر بیشتر امروز وعده آرامی خدا برای ما وجود داره، نه؟ پس وعده آرامش وعده خداست. ولی میخواییم وارد این جزئیات بشیم و ببینیم پس اگر اینطوره چرا ما هنوز با داستان آرامش در چالش هستیم. آیه 2 میگه زیرا که به ما نیز به مثال ایشان بشارت داده شد، لکن کلامی که شنیدید به دیشان نفع نبخشید، از این رو که با شنوندگان به ایمان متحد نشدن. خب میگه پیغام انجیل به شما داده شد. حالا بخش دوم این داستان شمایید که آیا با ایمان این انجیل خوشی مسیح رو میپذیرید یا نه. حالا خیلی از ما ممکنه سریع به این جواب بدیم بله من پذیرفتم، ولی من میخوام قبل از اینکه سریع بریم جلو واقعا به این فکر کنیم، آیا ما پیغام انجیل رو پذیرفتیم یا پیغامی به شباهت انجیل رو پذیرفتیم؟ آیا پذیرفتیم که عیسی مسیح برای گناهان ما مرده، پس لازم نیست ما براش مضطرب باشیم، یا قبول داریم مسیح برای ما مرده ولی برای همه گناهامون مضطربیم؟ راجعه صحبت هم میشید؟ آیا گفتیم که عیسی مسیح خداوند ماست در اعتراف پذیرفتیم، ولی هنوز توی همه ابعاد زندگیمون میبینیم خداوند اونجا خداوندی نمی کنه؟ پس داستان پذیرش نجات داستانی است که در وهله اول ما درک نسبی ازش داریم، ولی وسیع‌تر از فقط یک آزادی نسبی در اون لحظه اول هستش. و اگه ما درک نکنیم ایمانی که قراره به عیسی مسیح داشته باشیم چطور قراره برای ما آرامش بیاره، ما ظاهراً ایمان داریم ولی آرامش نداریم، چون این ایمان ما به خدا در ابعادی که باید وجود داشته باشه نیست. پس میخوام قبل از اینکه جلوتر بریم با هم به این فکر بکنیم. خدا نقشه نجاتش رو از پیدایش دیده، درسته؟ زمانی که انسان گناه میکنه همونجا داستان نجات رو از نسل زن خدا تعریف میکنه. پس خداوند میخواد از همون ابتدا، وقتی که بشارت رو امروز به ما میده، از اول نقشش رو چیده و این اراده رو کرده که ما رو به این بخشش و به این انجیل دعوت بکنه. تو آیه بعد آیه 3 میگه زیرا ما که ایمان آورده ایم چی میشیم؟ داخل آرامی
داخل آن آرامی میگردیم. توجه شدید؟ پس یکی از سوالها، نه تنها سوال، یکی از سوالاتی که اگه آرامش نداریم بعد بهش فکر بکنیم، برای خیلی از ما شاید این بخش مهم نباشه، ولی یکی از اون سوالها اینه که آیا من انجیل مسیح رو پذیرفتم؟ خبر خوش این که مسیح برای تمام گناهان من مرده رو پذیرفتم، یا فقط بخشی از این حقیقت و انجیلی شبیه انجیل مسیح رو پذیرفتم؟ خب؟ خیلی از افراد، اگه من امروز یه سوالی که من دوست دارم مطرح کنم که شاید اینو برای ما بازتر بکنه اینه، آیا من و شما امروز حاضر هستیم با گناهانی که کردیم در گذشته روبرو بشیم و اونها رو به زبون بیاریم؟ اگر حاضر نیستیم، شاید به این دلیله که مسیح، بخشش مسیح رو در اونها نپذیرفتیم. هنوز فکر میکنیم محکومیتی به خاطر اون گناهان برای ما هست، نه؟ یا آیا ما راحتیم که به کسانی که گناه کردیم بریم به سراغ اونها و با اونها راجع به اون گناهی که کردیم صحبت کنیم، یا سعی میکنیم ازشون دوری کنیم؟ وای نه، من پیش فلانی نمیرم، اگه بفهمه که من چه کاری کردم خیلی خراب میشه. خب پس ما اینجا به انجیل مسیح ما نیاوردیم، بلکه به انجیل مسیحی برای فرار از مشکلات و گناهمون ایمان آوردیم. متوجه؟ ایمان به انجیل برای فرار از گناهان نیست، بلکه برای روبرو شدن با گناهان در عیسی مسیح که برای ما مرده. بین این دوتا فرق هست. اگر ما فرار میکنیم از گناهانمون و از تأثیر گناهانمون، اونجا شاید ما واقعا به انجیل مسیح ما نیاوردیم. به یاد میارید زکا رو؟ به محض مسیح به زکا دوتا جمله بیشتر نمیگه. یکی بیا پایین، میخوام بیام خونه تو. یکی در این خانه امروز نجات آمده است. اصلا مسیح هیچ چیزی که بشه، هیچ چیز دیگه نداره. ولی زکا چیکار میکنه بلافاصله؟ تمام ثروتش رو میگه میبخشم به اونایی که بهشون بدی کردم و چند برابر به اونایی که ازشون گرفتم. نه؟ پس درکی در زکا از انجیل عیسی مسیح هست که فقط به این معنی نیست که من از گناهانم آزاد شدم، آخ جون راحت شدیم بریم دنبال کارمون. نه، بلکه من با گناهان من تاوانش داده شده و من میتونم با اون افرادی که بهشون آسیب زدم و با گناهم روبرو بشم. نمیرم انکار کنم، بلکه اعتراف میکنم. نه؟ پس به این فکر کنیم که چقدر ما واقعا به انجیل عیسی مسیح ایمان آوردیم. چون خیلی از ما به اشتباه به ما بشارت داده شده که تو اگه به مسیح ایمان بیاری دیگه لازم نیست به گناهات حتی فکر کنی، تمام، آزاد، راحت، برو دنبال زندگیت. ولی مسیح به خاطر گناهان ما مرده. پس نگاه به گناهانمون، نگاه ما به عیسی مسیح که بر خاطرش مصلوب شده. نه؟ ما از گناهانمون فرار نمی کنیم، ما از گناهانمون رو دور نمیزنیم، ما از افرادی که بهشون گناه کردیم فرار نمیکنیم، بلکه با فروتنی میریم سراغشون و میگیم من به تو بدی کردم، عیسی مسیح منو بخشیده و در صدد جبرانش به تو هم من باید قدم بردارم. حالا داریم راجع به انجیل صحبت میکنیم، نه راجع به راه فراری که اسمش شبیه انجیل شده. نه؟ میگه زیرا ما که ایمان آوردیم داخل آن آرامی گردیم. حالا فکر کنید به این. اگه من و شما هنوز فکر میکنیم که گناه در ماست و هنوز من به کسی آسیب زدم و محکومیتی بر منه، آیا من آرامش خواهم داشت؟ نه. تو دلم همش آشوبه. وای نکنه اونو ببینم، نکنه بفهمه من چی کار کردم، نکنه گناهمو به روی من بیاره. ما وارد آرامی نمیشیم اگر انجیل عیسی مسیح رو در وهله اول درک نکرده باشیم. پس دعوت اول من در این متن اینه که فکر کنیم واقعا آیا ما با انجیل مسیح رو پذیرفتیم، یا انجیلی شبیه به انجیل عیسی مسیح رو که دوست داشتیم بپذیریم پذیرفتیم. چون این قدم اول اگه میخوایم وارد آرامش بشیم، وگرنه تمام این گناهان ما مثل یک چرخه تو ذهن ما هی تکرار میشه. وای من مادر بدی بودم، وای من اینقدر بدی کردم، وای من پدر بدی بودم، وای من همسر بدیم، وای من به بچه‌م اینطوری کردم. اگه ایمان دارید عیسی مسیح گناه شما رو پذیرفته، این وای و نگرانی ها پاک خواهد شد. وقتی پاک نمیشه که من باور نکردم. اگه من به شما بگم آقا بیا اینجا شما $10 قرض داشتی، من اینا $10 دادم، شما که نمیرید بگید نه من هنوز بدهکارم. قبول میکنید؟ نه. من دوستی داشتم تو دوره دبستان، ما موقع برای اینکه فوتبال بازی کنیم مثلا 100 تومن میدادیم هر کدوم برای اینکه عضو تیم مدرسه بشیم. بعد من 200 تومنی داشتم،
200 تومن یه دوستمون 100 تومن داد، یه خورده بهره گوشیش با ما فرق میکرد. بعد منم اومد اون کسی که پولا رو جمع میکرد من پیش من 200 تومنی دادم، یه 100 تومنی به من داد. این 100 تومنی که به من داد مال اون یکی بود. اون شاکی شد که چرا 100 تومن منو برداشتی به این داری؟ اگر واقعا پولشو نداده. نه، باور کنید عیسی مسیح به خاطر گناه من و شما روی صلیب مرده. باور کنید و ایمان بیارید که اگر ایمان بیارید دیگه تکرار محکومیت از خدا نیست، بلکه از شریره که ما رو محکوم میکنه، مدعی برادرانه. خب پس در وهله اول آیا من ایمان آوردم به انجیل عیسی مسیح یا بشارتی که نویسنده عبرانیان داره میگه؟ زیرا ما که ایمان آوردیم داخل آن آرامی میگردیم. خب باز میگم داره مخاطبش یهودیانی هستند که شاید نمیتونن این رو بپذیرن و شاید گاهی اوقات ما نمیپذیریم. چنان که گفته است در خشم خود، خدا گفته است در خشم خود قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهند شد، و حال آنکه اعمال او از آفرینش عالم به اتمام رسیده. خدا از آفرینش عالم اراده کرده که ما رو وارد آرامش خودش بکنه، اما گروهی وارد این آرامش نخواهند شد. من امیدوارم کسانی که امروز این پیغام رو میشنون جز این گروه نباشند. خب اما گروهی وارد این نخواهند شد، و حالا به داستان خشم میرسیم چرا و به چه شکل. ولی کار نجات خدا از اول در پیدایش هست، و کار دعوت به آرامی خدا هم هست. به یاد دارید کجا؟ توی پیدایش، روز هفتم خلقت، نه؟ روز سبت، روز آرامش، خدا وارد آرامی میشه. چرا وارد خدا وارد آرامی میشه در روز هفتم؟ چون در شش روز قبل کارش رو کامل و تمام کرده. کار خدا تمام شده، پس حالا میتونه وارد آرامی بشه، نه به معنی که خدا خسته است، بلکه وارد تمام شدن داستان خلقت و مشارکت با انسان بشه. آرامی که ما قراره بهش وارد بشیم. تو آیه بعد بریم جلو، اینو یواش یواش با هم باز کنیم. میگه آیه 4، و در مقامی درباره روز هفتم، روز سبت، روز هفتم گفت که در روز هفتم خدا از جمیع اعمال خود آرامی گرفت. خیلی جالبه، خدا از تمام کارهاش آرامی میگیره و با خلقت خودش انتخاب میکنه در روز هفتم در مشارکت و در آرامش باشه. ما وقتی رو برای مشارکت و آرامش داریم با خدا، چون خدا برای ما اونو کنار گذاشته. ما چی؟ آیا ما به سبت و به آرامش پاسخ میدیم؟ یا فکر میکنیم آرامش ما در تلاش بیشتر در زندگی دنیوی ماست؟ چون اگه دنبال آرامش در به دست آوردن یه چیزایی هستیم، من از الان بهتون بگم تموم نمیشه. هرچی به دست بیارید بیشتر درگیر خواهید بود. ما وارد خونه جدیدمون که شدیم تازه فهمیدیم چقدر دردسر داره. از این چیزای گرد ریت بهش میگن گذاشتیم پشت در، گفتیم خونه قشنگ بشه، اومدیم دیدیم پرنده ها توش دارن خونه درست میکنن. رفتیم پشت حیاط تمیز کنیم، دیدیم پرنده ها برای خودشون بالا خونه درست کردن، پایین رو به زحمتای کشیدن. و هر چی بیشتر جلو میرفتیم دیدیم انگار زحمت هی پشت زحمت هی پشت زحمت. اون چیزی که ما فکر کردیم شاید فقط آرامشه، حالا باهاش زحمت میاد. اون چیزایی که من و شما دنبالشیم برای آرامش، اسمش به ظاهر آرامشه. خیلی وقتا آرامش حقیقی ما نیست. تو داستان خلقت هنوز گناه نیومدن، تو اون 6 روز اول هنوز درد نیست، رنج نیست، مرگ نیست، هیچی نیست. فقط آرامی خدا در روز هفتم در مشارکته. هیچ دغدغه‌ای نیست. آیا میتونیم وارد آرامی خدا بشیم بدون دغدغه های این جهان، بدون درد و مرگ؟ هی وارد نشیم، مشکلات رو به یاد بیاریم، بلکه بریم به حضور خدا بگیم من میخوام وارد آرامی و سبت تو بشم. سبتی که به این دلیل وجود داره که همه یه کار تو تمام شده است.
به همین دلیل وقتی عیسی مسیح روی زمین میاد نیازی به نگه داشتن سبت نداره. چرا؟ چون خود خدا آرامی مطلق و سبته. عیسی مسیح در صلیب خودش کار رو تمام خواهد کرد و نجات تمام شده هست برای خلقت. نیازی به نگه داشتن سبت برای آرامی نیست، چون خود صاحب آرامی اینجاست. نه؟ آمین. آمین. کولوسیان 2:16-17. پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و هلال و سبت بر شما حکم نکند، زیرا که اینها، حالا اینجا رو خوب گوش کنید، زیرا که اینها چی هن؟ سایه چیزهای آینده است، لکن بدن از آن مسیح هست. اما زمانی که آدم و حوا اعتماد خود را به خدا از دست میدن در دروغ شیطان، آرامششون به هم میخواد. ایمان به خدا و تکیه کردن به خدا میشه آرامی، و خود خدا آرامش از ذات او میاد، نظم از ذات او میاد. ما میبینیم زمین به انتخاب خدا به نظم کشیده میشه. روح خدا روی توده آبهایی که بی نظمی سمبل به هم ریختگی حرکت میکنه، و اینجا خدا ما رو دعوت میکنه که نگران سبت به شکل جشن هفتم نباشیم، بلکه سایه است از کار خدا، از کار تمام کردن خدا در خلقت که در عیسی مسیح انجام میشه. آیه 5. و باز در این مقام که به آرامی من داخل نخواهند شد، پس چون باقی است که بعضی داخل آن بشوند، و آنانی که پیش بشارت یافتن به سبب نافرمانی داخل نشوند. پس قدم اول ایمان برای پذیرش انجیل و آرامی خدا و تکیه به او برخلاف آدم اول، و دوم اطاعت از خدا. به این فکر کنید چقدر آدم ها آمدن پیش شما، یا خودتون تو زندگیتون تصمیماتی گرفتید که باعث تشویش شما شده، تصمیماتی که بدور از حکمت خدا بود. اگر میدونستید نمی کردید، اگر از قبل بهش فکر کرده بودید و چه چیزی داره آگاه تر بودید، اون تصمیمات رو نمی گرفتید. اگر تصمیمات روحانی می گرفتید به اونجا نمی رسیدید. شاید نافرمانی از خدا و از شریعت روح القدس که به ما داده میشه، خودش باعث ناآرامی و استراب در ما میشه. و اینجا داره همین صحبت رو میکنه. خدا آرامی رو مهیا میکنه در پیدایش تا انسان در اون ساکن بشه، اما زمانی که انسان با گناه روبرو میشه و گناه رو میپذیره در باغ عدن، تشویش و استراب و شرم میاد. حالا آدم و حوا خودشون رو پنهان میکنن. نه؟ جالبه. خدا در پی بازیافت اونها در عیسی مسیح در تلاش هست، بازیافت تمام انسانها. خدا اراده میکنه تا برخی وارد این حقیقت بشن، با وجودی که انسان خدا رو رد میکنه در نافرمانی خودش. تا آیه 7. باز روزی معین میفرماید، چون که به زبان داوود بعد از مدت مدیدی امروز گفت، چنان که پیش مذکور شد که امروز اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید. امروز خدا یک روزی رو مشخص کرده، تأجیل. خدا ما رو دعوت میکنه نه فقط در ایمان و در اطاعت، بلکه منتظر نشیم. بعضی از ما میگیم ما هنوز جوونیم، همه میگن اینجا ما جوونیم هنوز، ولی بعضی از ما میگیم حالا من وقت دارم، حالا به خانواده‌ام، حالا به این، حالا به اون، هرچی تو کلیسا، تو دوستان، تو شبان، تو هر کس دیگه زمان و تأجیل زمان یادآوری میشه. افراد میگن اوکی حالا فعلا که نشده، خبری نبوده، و تأجیل میکنیم برای اینکه روز خداوند رسیده که ما وارد این حقیقت بشیم. توی دوم قرنتیان باب 6 آیه 2 میگه، زیرا میگوید در وقت مقبول تو، در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم، اینک الحال زمان مقبول است، اینک الان روز نجات است. آمین. برای آرامش یافتن دیر نشد، همونطور که برای یهودیان اون زمان دیر نشد، همونجور که اول گفتم. خب ما میتونیم به آرامی خدا وارد بشیم اگر که آواز او رو بشنویم و
دل خودمون رو سخت نکنیم. خیلی وقت آدم‌ها به شکل مختلفی دلشون رو سخت می‌کنن، به خاطر خواسته‌های دیگری که دارن، به خاطر آسیب‌هایی که داشتن، به خاطر اتفاق‌هایی که تو گذشته‌شون افتاده. من به این بیشتر خواهم رسید. ولی کار خدا دقیقه و زمان خدا تکون نمی‌خوره. تمام نبوت‌ها رو اگه نگاه بکنید و بخوایم واردشون بشیم توی وقت دیگه، انقدر سر ساعت اتفاق می‌افتن که هیچکی نمی‌دونه که قرار اتفاق بیفته. یعنی اصلا باور خلقت نمیشه که اینها به این دقت نوشته شدن. آیه 8: زیرا اگر یوشع ایشان را آرامی داده بود، بعد از آن دیگر آن را ذکر نمی کرد. پس سرزمین وعده‌ای که داشتن کنعان، که قرار بود سرزمین آرامش اونها باشه، باز سایه‌ای میشه از آرامشی که خدا میخواد به اونها بده. اگر داشت، میگه وقتی میگه یوشع، چون یوشع افراد اسرائیل رو برد وارد سرزمین کنعان کرد، نه؟ پس به چه دلیل داره این حرف رو میزنه؟ به خاطر اینکه هنوز آرامش به اون دنیا و به اون فضا و به سرزمین شهد و عسل نیست. آرامشی که خدا داره راجع به صحبت میکنه از یه حقیقت عظیمتری میاد، از ایمان و از فرمانبرداری و اطاعت میاد. آرامی و نجات ما نه از یوشع، نه از موسی، نه از داوود و نه از هر چیز دیگه‌ای که امروز ما این جایگزین این افراد کردیم. امروز چه چیزی آرامش ما شده؟ برای بعضیا کافی آرامشه. کافی میخورن حالشون خوب میشه. یه دفعه لبخند میزنن. ما سر کار یه سری افرادی داریم منشی هستن اون جلو. اگه کافیشون پر باشه نباید باشون حرف بزنی، چون هنوز نخوردن. اگه خالی باشه بعد همه لبخند دارن، میتونی حرف بزنی. آرامش ما تو چیه؟ اینا مثاله، ولی آرامش من و شما تو چیه؟ بهش فکر کنیم. چون اگه تو چیزهای متغیر این جهانه، من به شما قول میدم دیر یا زود از بین میره. به خاطر همین ما مسیحا خیلی وقتا مشوشیم، چون با وجودی که انجیل رو یافتیم و قرار ایمان بیاریم به خدا و در راستای کلام و اطاعت بکنیم، ولی هنوز انتخابامون انتخابای اشتباهه. ولی هنوز شادی و خوشی نجات رو درک نکردیم و واسه همین دنبال خوشی تو چیزهای دیگه ممکنه باشیم. پس برای قوم خدا آرامی سبت باقی میماند. خدا آرامی سبت رو، آرامی مشارکت و تمام شدن کار خلقت رو برای خوانده شدگان خودش نگه داشته. ما میتونیم به این آرامش وارد بشیم. خب آرامش مجازی نیست، یک آرامش واقعیه. به ایمان و به فرمان بردن، درسته؟ زیرا هر که داخل آرامی او شد، حالا اینجا رو خوب گوش بدید، آیه 10: زیرا هر که داخل آرامی او شد، او نیز از اعمال خود بیارامد، چنان که خدا از اعمال خیش. اگر ما وارد آرامی خدا بشیم، از این همه تلاش‌های خودمون آرامی پیدا می‌کنیم، همونجور که خدا بعد از 6 روز به آرامی وارد میشه، چون ما در او داریم وارد آرامش میشیم. ولی اگر فکر کنیم نه، من 4 روز 5 روز کار میکنم، حالا برای آرامشم میخوام برم اسکی روی یخ یا اسکی روی آب یا ایکس یا ایگرگ و از اونجا آرامش به دست میارم، من میتونم به شما بگم آرامش شما اگرم باشه کوتاه مدته. آرامش واقعی من و شما از ورود به آرامی خدا میاد. خدایی که کار رو تمام کرده، تمام شده و از ما دعوت کرده وارد آرامی و سبت بشیم. آمین. زیرا هر که داخل آرامی او شد، او نیز از اعمال خود بیارامد، چنان که خدا از اعمال خیش. شامل همه میشه، شامل اسرائیل، ایرانی، یونانی. ما تو مسیحیت نجات پرستی نداریم که بگیم فلان کشور نه، فقط ما نه، برای همه قوم ها خدا این نجات رو فراهم کرده. هللویا. در عیسی مسیح ما خلقت تازه میشیم، ورود به سبت خدا برای ما به شکل کامل روحانی میسر میشه. آیه 11: پس جد و جهد بکنیم تا به آن آرامی داخل شویم، مبادا کسی در نافرمانی عبرت آمیز بیفتد. نافرمانی عبرت آمیز. پس اگر ما بی‌اطاعتی کنیم یا نااطاعتی بکنیم، حالا از اون آرامش دور میشیم. کسی که در حکم خدا نمیمونه دور میشه.
خب کسی که در حکم خدا میمونه میتونه به اون آرامش خداوند وارد بشه. من میخوام اینجا شما رو دعوت کنم به یکی از معروفترین گفته های عیسی مسیح در انجیل متا باب 11 آیات 28 تا 30. با من گوش کنید به اینا اگه کتاب مقدستون رو ندارید. عیسی مسیح چی میگه؟ بیایید نزد من ای زحمت کشان یا تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم داد. بیایید نزد من دعوت به ایمان به عیسی مسیح. آمین. خود عیسی مسیح داره اینجا میگه. میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران. حالا بعضی ها گاهی اینجا فکر میکنن همه زحمت کشان یعنی هر کسی که روزا سخت کار میکنه. باور کنید شریرا هم روزا گاهی سخت کار میکنن. خب اصلا بحث این نیست. داره راجع به کسانی میگه که در عدالت و در زندگی روحانی هستن و به خاطر این زندگی دارن رنج میکشن. دروغ نمیگن، دزدی نمیکنن، زنا نمیکنن، واسه همین وضعشون خوب نیست از نظر زندگی زمینی. پس داره راجع به این زحمتکشان صحبت میکنه، نه هر کسی که از لحاظ فیزیکی خسته است. خب اینا رو از هم جدا بکنیم. و بعد چی میگه؟ یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. پس آمدن به نزد عیسی مسیح یعنی ایمان آوردن به نجات او و دوم برداشتن یوغ هست. نه برداشتن یوغ یعنی چی؟ یعنی اطاعت از خداوند و همراه او شدن و انجام فرامین او. باز ما دو اصل داریم برای ورود به آرامش خدا. یوغ عیسی مسیح، زحمت و خدمت عیسی مسیح، اطاعت از پدر. و واسه همین شاید بعضی میگن اصطلاح یوغ اینجا استفاده میشه چون داره راجع به دو تا اصل صحبت میکنه. نجات و اطاعت در کنار هم. ما اینو بارها و بارها تو آیات دیگه میبینیم. توی یوحنا 14:6 میگه عیسی به دو گفت من راه و راستی و حیاتم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. توی متا 7:21 نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان شود بلکه آن که اراده پدر را مرا که در آسمان است به جا آورد. آمین. خب پس ما با دو تا اصل روبرو شدیم. حالا میخوام برم سر اصل مطلب. حالا میخوام یه ذره موشکافانه تر وارد بشیم با آیه بعدی. بعضی اوقات من داشتم این آیاتو که میخوندم گفتم خب این گفته شد دیگه، این دوتا اصل رو داریم تمومه، بریم مثلا بریم انجامش بدیم آرامش داریم. ولی یه چیز دیگه هم این وسط هست که من میخوام یه خورده راجع به این با هم فکر کنیم چون یه خورده سنگین‌تره حداقل برای من درکش. آیه 12 و 13 زیرا کلام خدا زنده مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودن و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. خب بذارید اول راجع به این فکر کنیم. یه وقتایی ما میدونیم نیتهای قلب ما سالم نیست و داریم خلاف عمل میکنیم و گناه میکنیم. خب اون مشخص نااطاعتیه، درسته؟ مشخص غافلگیر خواهید شد اگه من به شما بگم درصد زیادی از افراد فکر میکنن دارن برای مسیح زندگی میکنن چون رفتاراشون مسیحگونه است ولی ریشه و نیتاش اصلا مسیحگونه نیست و خودشون آگاه نیستن که مسیحگونه نیست. بذارید توضیح بدم. کسانی رو من توی مشاوره ها ملاقات میکنم که برای مثال میگن من خیلی لباس پوشیدن موقرانه ای دارم، درسته؟ با وقاره، خیلی پوشیده است و یکی از رفتارهای مسیحیه، درسته؟ که ما لباسهای خوبی داشته باشیم شایسته خدا. و وقتی رفتیم توی عمقش دیدیم به خاطر آسیب کودکی این شخص، آسیب جنسیه که ایشون لباسهاشو خیلی پوشیده میپوشه. حالا چی میخوام بگم با این حرف؟ میخوام بگم گاهی اوقات ما رفتارامون مسیحگونه است ولی به خاطر خدا نیست، به خاطر آسیب‌ها، ترس‌ها و مشکلاتمونه. پس ما به خاطر خدا و اطاعت از خدا خیلی وقتا زندگی
نمی کنیم. ظاهرش اطاعت از خداست، ولی به خاطر چالش‌های درونی خودمون داریم یه سری کارهایی رو انجام میدیم. و اینجاست که ما احتیاج به کلام خدا داریم که بیاد و بشکافه. اشکان، تو اینجا داری ده یک میدی برای چی میدی؟ تو اینجا داری محبت میکنی برای چی میکنی؟ این جمله رو برای چی اینجا گفتی؟ این کار رو برای چی کردی؟ آیا واقعا اینجا بس نظم روحانی بود یا بس خشم تو بود؟ چه خبره اشکان؟ و من نمیتونم خودم بفهمم مگر کلام خدا و روح خدا بیاد سراغ من. میخوام عمیق‌تر بشیم، چون من اعتقاد ندارم که ما باید یک زندگی مسیح گونه داشته باشیم. من فکر میکنم ما باید یک زندگی مسیحی داشته باشیم. اینا فرق میکنه با هم. خب پس باید بفهمیم نیت‌های من چیه. اگه من تو کلیسا به فلان مثلا خدمت علاقه دارم، برای چیه؟ آیا تو اون خدمت دیده میشم؟ آیا تو اون خدمت احساس میکنم دیگران قدر منو میدونن؟ اصلا برای چی کلیسا میرم؟ از خودمون بپرسیم. خیلی سوال ساده. امروز من برای چی کلیسا اومدم؟ آیا اومدم دوستامو ببینم؟ اشکالی نداره ها. میخوام بگم نیت اصلی ما گاهی اوقات اصلا ربطی به خدا نداره. ما فکر میکنیم من نسبتش میدیم به خدا و واسه همین فرمان بردن از خدا نیست. پس اطاعت از خدا نیست. خیلی جاها زندگی مسیحگونهی داریم که اصلا در جهت اطاعت از خدا نیست. واسه همین تا به شخص افراد میگیم بیا فلان خدمت رو روانی بکن، نه من اون کار نمی کنم. خب تو اگه به مسیح تعهد داری چرا نمی کنی؟ نه من فقط این کار رو می کنم. چرا؟ پس نیتهای تو خدمت مسیح نیست. تو در دلت اهداف دیگه ای هستن، شاید هم ندونی، اشکالی هم نداره، ولی آگاه بشو. یک زندگی تکراری که نمیدونی چرا داری میکنی نکن. مثلا نگه فردا برگردیم دارم مثال میزنم، مگر میگم هفته دیگه ما میخوایم سه شنبه ها جمع بشیم کلیسا به جای یک شنبه. خیلی نه یعنی چی فقط یک شنبه ها؟ ما سه شنبه ها قبول ندارم. چرا؟ چه فرقی میکنه برای شما؟ بله یک شنبه سمبل قیام مسیحه، ولی اگه برای خدا قرار سه شنبه بیاد، برای خدا سه شنبه ها بیاد. نه نیت ما چیه؟ گاهی اوقات ما به سنت ها گره خوردیم. نه من همون جوری که 20 سال پیش بود میخوام همه کار بکنم. مگه میشه همچی چیزی؟ پس ممیز افکار کلام خدا رو بیاریم، نیتهای دلمون رو بسنجیم. چون بعضی وقتا فکر میکنیم رفتارهای ما مسیحیه و مسیحگونه هست، ولی مسیحی نیست. و واسه همین عیسی مسیح چی میگه؟ میگه نر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوند و خداوند، آیا نام تو نبوت ننمودیم؟ امروز تو کلیسا هر که نبوت کنه همه میگن این از خداست، حتما نجات داره. میگه آیا به نام خداوند نبوت ننمودیم؟ نمیگه چای آوردیم که مثلا یکی بگه خوبش جا زده. نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها اخراج نکردیم؟ دیگه از اینا رفتارها مسیحگونه تر؟ من فکر کنم تو هر کلیسا اینا رو بکنه همه میگن اینا خوانده شدگان خداوندن، مسجدگان خداوندن. به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. بدکاران؟ نبوت؟ بله بله، حتی به نبوت ها هم میشه بدکاری گفت. خود عیسی مسیح میگه دلیلش اینه که ما به اطاعت از مسیح و اراده پدر زندگی نکردیم. ما به یک سری باورها و یک سری احساسات جلو رفتیم، ولی کلام خدا اینا رو به ما کمک میکنه تجزیه کنیم. اگر به حضور خدا بریم و دل خودمون رو صاف کنیم، اگه جلوی خدا نقش بازی نکنیم. خیلی جالب تو آیه بعدش چی میگه؟ 13، او هیچ خلقت از نظر او مخفی نیست، همه چیز در چشمان او که کار ما با وی است برهنه و منکشف است. برای چی فکر میکنیم میتونیم گاهی اوقات بدون درک نیتهای دلمون زندگی کنیم و خدا نمیفهمه؟ مگه میشه اصلا همچی چیزی؟ مگه خدا اشکانه که نفهمه با این که به شما نگاه کنه؟ خداست، دل ما رو میدونه. بذارید من به شما یه چیزی بگم، خدا بهتر از من دل منو میدونه. تا من باید برم پیش خدا بگم دل منو مکشوف کن.
چون من نمیدونم یه ریشه هایی در من هست که من دارم برای اون ریشه ها اینجوری حرف میزنم. خدایا بذار تمام این ریشه های منفی بره و من به خاطر اراده تو اینطور عمل کنم که این اطاعت از عیسی مسیحه. آمین. میخوام به این فکر کنید، چون الان وقتشو نداریم تو جزئیات این بدیم، ولی میخوام تو خلوت خودتون تو دعا به این فکر کنید، همونطور که من میکنم بارها و بارها. برای چی من با این شخص وقت میذارم؟ برای چی به این شخص میرسم؟ برای چی حتی کارهای خوبی که میکنید، برای چی این کار؟ اینا کارهای خوبی، اینا کار بدی نیست. از خودتون بپرسید برای چی موعظه میکنم، برای چی میرم به خواهر یا برادر فلانی سر میزنم، نیت من چیه؟ که اگه نیت من جز اراده خداست، من دارم بی خودی وقت تلف میکنم و خدا هم اینو میدونه. یکی از شکلهایی که ما میتونیم بفهمیم اینه که به محض این که اون اتفاقی که میخواد داشتیم انجام میدادیم انجام نشه، خشمگین میشه، به هم میریزه. من موعظه کردم ایشکی نگفت آمین، به چه جرأت؟ یه دفعه خشمگین میشه طرف، مثلا چشامون داره میزنه بیرون. خب این یعنی چی؟ این یعنی که من یه من دوست داشتم دیده بشم که نشدم خشمگین شدم دیگه. نه، اگه به خاطر خدا بود که میگفتم خب من نمیدونم، خدا تو من نشون بده چرا نشد، چرا شاید آمین نگفتن تو دلشون گفتن مثلا. خب ولی اونجا که من به هم میریزم، پس اصلا داستان اطاعت از خدا نیست، داستان یه دلایل نهفته در منه و کلام خدا زنده است، زنده است. اگه بریم سراغش به ما میگه زنده، یعنی پویا، یعنی میتونه با شما ارتباط برقرار کنه، یعنی میتونه به شما کمک کنه، یعنی مال الانه. این کلام مرده نیست، بله رو کاغذه، ولی من به شما قول میدم اگر برید سراغش و دعا کنید، روح خدا چنان حیاتی رو به شما نشون بده که در هیچ جای دیگه تجربه نکردید. کلام خدا زنده و مقتدره. اقتدار کلام رو نمیتونیم بشکنیم. میریم سراغ کلام، کلام خدا میگه عشقم ببین باز غرورت بود، ببین نه نه با کی داری لج میکنی؟ با خدا؟ او که میدونه چه خبره. نه، و برنده تر از هر شمشیر دادم، قشنگ برامون جدا میکنه، ولی بعد بریم سراغش. پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمانها در گذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم. بذارید باهاتون رک باشم. روبرو شدن با نیت‌های تاریک و گناهانمون اصلا آسون نیست. بیشتر ما ترجیح میدیم مثلا سراغش نریم. خب توی کلام خدا توده آب‌های عظیم رو مثل داستان پیدایش سمبل کئاس و به هم ریختگی میدونه. توی طوفان نوح ما این رو داریم که میاد و مجازات و قضاوت و داوری میکنه. توی داستان موسی این رو داریم که میاد و قوم فرعون رو نابود میکنه. توی دعوت عیسی مسیح به شاگردان که به روی آبها بریم، آبهای پرتلاطم این رو داریم. در مثال مسیح پتروس روی آب راه رفتن این رو داریم. توده آبها سمبولی از کئاس و به هم ریختگی. واسه همین توی مکاشفه باب 21 آیه 1 میگه زمین و آسمان جدید خداوند به وجود میاره و در آن دریا نبود. بلافاصله میگه و در آن دریا نبود. خب خیلی جالبه. حالا 7 تا چیز اونجا میگه که نیست در آسمان و زمین جدید، من ازش میگذرم، حرفم الان اونجا نیست، ولی این کئاس نخواهد بود. ولی چطوری ما از زمین و آسمان اول که دریا داریم و کئاس و به هم ریختگی و گناه و مرگ میرسیم به زمین و آسمان دومی که توش دریا نباشه؟ یکی از دوستان من اینجا میتونه به این سوال خیلی خوب جواب بده. چطور وقتی که ما اعتراف انجیل میکنیم وارد داستان و پذیرش تعمید میشیم، در تعمید در واقع ما ورود میکنیم به آبها و توده آبها، به سراسیمگی، آشفتگی، مرگ و قضاوت و مجازات. ولی با چه قوتی ما وارد آب تعمید میشیم که مثالی است از اون آشفتگی و جهان و گناه؟ با چه قوتی؟ چون عیسی مسیح بر صلیب مرده و ما در مرگ او وارد آبها میشیم که اگه بدون او باشه اونجا راحت از بین خواهیم رفت. خب بدون عیسی مسیح برگردید به تاریکی ها، اونجا گم میشید. ولی عیسی مسیح در صلیبش اون ضرب مرگ، اون آسیب مرگ رو میگیره. پس حالا من به قوت صلیب عیسی مسیح میتونم وارد این تاریکی ها بشم. آمین.
وگرنه غیر از این نمیشه. اصلا تعمید یعنی این، یعنی ورود به اون تاریکی ها، نه فرار از اونها. ولی خبر خوب اینجاست، نه عیسی مسیح تنها در مرگ صلیب در اون آب هاست، بلکه به محض اینکه بالا بیاییم در قیام او شریک خواهیم شد و زنده ایم. آمین. هللویا هللویا هللویا. و واسه همین میگه پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمان ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بدارید، نترسید. میگه نترسید، زیرا رئیس کهنه نداریم که نتواند هم درد ضعف های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس اشکان با دلیری نزدیک تخت فیض بیا تا رحمت بیابی و فیضی را حاصل کنی که در وقت ضرورت را رحمت کند. آمین. هللویا. خدا را شکر. میخوام دعوت کنم، آماده خواهیم شد برای تعمید و برای تعمیدم به زودی برای عشا. ولی قبلش خیلی تو دلم بود این بخش رو که معمولا برای عشا هم میخونیم بخونم، چون اختتامیه خوبیه برای این پیغام و بعد برای رفتن به سراغ عشا. تو اول قرنتیان باب 11 آیات 26 تا 31 میگه، این رو هم بشنویم. زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از نان بخورد و از پیاله بیاموشد. زیرا هر که میخورد و مینوشد، فتوای خود را میدهد و مینوشد، اگر بدن خداوند را تمیز نمی کند. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضن و بسیاری خوابیدن. و اما اگر بر خود حکم میکردیم، بر ما حکم نمیشد. پس شاید دعا کنیم و با این تفکر نزدیک سفره خداوند بشیم و با این آزمونی که در درون دلمون میکنیم، هدف نزدیک شدنمون به این سفره رو بسنجیم. خداوند، خدای قدوس، اعتراف میکنیم که شاید در خیلی از این موارد گفته شده آرامی خودمون رو از دست دادیم، چرا که با دقت به اینها نزدیک نشدیم. شاید ایمانمون به تو برای ما اون معنای حقیقی نجات رو نداشته. شاید نسپردیم به تو در اون نجات، در اون صلیب، و هنوز خیلی بخش ها برای ما مونده. کمک کن امروز در این اعتراف سفره تو اونها رو به تو بسپاریم. نیت هایی که از آن این سفره نیست، نیت هایی که از آن فرزندان تو نیست، از آن ملکوت تو نیست. خداوند، ما نمیخوایم با نیت های غلط مسیح گونه زندگی کنیم. ما میخوایم با نیت های الهی اطاعت کنیم تو رو، تا برکت و حکمت و آرامی بیاد. بس امروز کمک کن دل خودمون رو تفتیش کنیم در این دقایق. برای چی به تو ایمان آوردیم؟ برای چی به این سفره نزدیک میشیم؟ برای چی به کلیسای تو میایم؟ نیت‌های ما رو تمیز کن، تجزیه کن، تا آنچه از تو نیست تقدیم صلیب تو بکنیم در این آب‌های عمیق تعمید، در این آب‌های عمیق اعتراف، در این سفره که اعترافی است به صلیب تو و به قیام تو. خداوندا، ما رو تقویت کن تا دلایل و نیت‌هایی که از توست درک کنیم. کلام تو میگه بنی اسرائیل کارهای تو رو میدیدن، موسی راههای تو رو. ما میخوایم به راهها و به دل تو برسیم. نمیخوایم ادای آدمای روحانی رو در بیاریم مثل فریسی ها، یه عمر نقش بازی کنیم. نه خداوند، ما نیومدیم به تو ایمان بیاریم که باز وارد بازی بشیم. ما به تو ایمان آوردیم تا گناهانمون رو تجزیه و به تو بسپاریم و در حقیقت تو زندگی کنیم. خود تو آرامش مایی، تو صاحب روز سبتی. امروز در این مشارکت در سفره تو کمک کن تا اعتراف ایمان کنیم، اعتراف اطاعت، اعتراف دقت به نیت هامون و اطاعت از آنچه از توست، تا آرامی تو در زندگی ما موج بزنه. تا وقتی جهان ما رو میبینه نگه اشکان مضطرب تر از منه، بلکه بگه در تو آرامشی هست که من ندارم و در هیچ جا پیداش نکردم. و
پس به من بگو راز این آرامش چیه. اگر ما به آرامش زندگی نکنیم، چطور به آرامش تو و به نجات تو بشارت بدیم؟ پس امروز در این سفره ما رو وارد کن، برای ما باز کن، ما رو تقویت کن. به نام زیبای تو مسیح دعا میکنیم. در قوت تو روح القدس و اراده تو پدر با شکر گذاری. آمین. خدا شکر.